سلام، دکتر فرزاد هستم، متخصص داخلی. 4 نوع آسیب عصبی ناشی از دیابت داریم. 1. آسیب اعصاب محیطی. 2. آسیب عصبی اتونوم یا خودکار. 3. آسیب عصبی پروگزیمال و 4. آسیب عصبی موضعی. در مورد آسیب اعصاب محیطی ناشی از دیابت صحبت می‌کنم. با من همراه باشید. یکی از عوارض دیابت نوروپاتی یا آسیب عصب هست که اگه درمان نشه میتونه منجر به عفونت یا قطع اندام تحت تاثیر بشه. حدود نیمی از افراد مبتلا به دیابت به نوعی آسیب عصبی دارند و این آسیب عصبی در افرادی که سالها دیابت داشتن شایع‌تره. اما نگران نباشید، آسیب عصبی اجتناب ناپذیر نیست و بهترین خط دفاعی در برابر آسیب عصبی کنترل و حفظ قند خون در محدوده هدف مناسب هست. شایع‌ترین نوع آسیب عصبی در دیابت آسیب اعصاب محیطی هست. اعصاب دست‌ها، پاها و بازوها تحت تاثیر قرار می‌گیره و معمولاً از پاها شروع میشه و هر دو پا به صورت همزمان درگیر میشه. علائم نوروپاتی یا درگیری عصبی میتونه به این صورت باشه که بیمار میگه پاهایم گزگز میکنه، یا در پاهایم احساس سوزن شدن دارم، یا در پاهایم درد سوزشی یا احساس چاقو زدن دارم، یا اینکه میگه پاهایم به لمس کردن بسیار حساس شده و حتی لمس کردن روکش تخت با پاهایم دردناک است، یا اینکه حس میکنم جوراب یا دستکش پوشیدم در حالی که نپوشیدم، و یا میگه پاهایم شبها درد میکنه، یا پاهایم و دستهایم خیلی سرد یا خیلی گرم شدن، و یا اینکه پاهایم بی‌حس شده و احساس می‌کنم پاهایم مرده، یا اینکه زمانی که پاهایم تاول می‌زنه یا زخم میشه دردی رو حس نمی‌کنم، یا وقتی راه میرم نمیتونم پاهایم رو حس کنم، یا ماهیچه‌های پا و ساق من ضعیف شده، و یا اینکه در احساس گرما یا سرما در پاها یا دست‌هایم مشکل دارم، و یا اینکه به نظر میرسه عضلات و استخوان‌های پاهایم تغییر شکل دادن. همه این علائمی که گفتم علائم نوروپاتی یا آسیب اعصاب محیطی هست. این علائم شبها بدتر میشوند و در نهایت علائم دردناک متوقف میشود، اما احساس مزمن بی‌حسی یا سردی در پاها ادامه داره. توصیه میشه سال یک بار معاینه کامل پا توسط پزشک صورت بگیره و تستی هست که بررسی میکنه اعصاب در دست ها و پاها چقدر خوب کار میکنن و هدایت عصبی و حرکات عضلانی رو چک میکنه. حفظ سطح قند خون در محدوده هدف از آسیب عصبی جلوگیری یا از بدتر شدن آسیب عصبی پیشگیری میکنه، اما روند آسیب رو معکوس نمیکنه. یک سری داروها هم برای تسکین درد و بی‌حسی و سوزن شدن هست که فرد میتونه استفاده کنه. خوردن رژیم غذایی سرشار از پروتئین و کربوهیدرات کم توصیه میشه. ورزش منظم میتونه با افزایش حساسیت به انسولین به کنترل قند خون کمک کنه. خواب کافی هم کمک کننده هست، زیرا اغلب در خستگی زیاد فرد هوس خوردن غذاهای پرکربوهیدرات میکنه. کنترل قند خون مهمه اما کافی نیست، و کنترل چربی خون، درمان فشار خون بالا و ترک سیگار و تمرینات هوازی روزانه و کاهش وزن بسیار مهم هست. توصیه میشه که روزانه پاهای خودتون رو بررسی کنید که تاولی زخمی، خراشی چیزی نداشته باشه. تمیز نگه داشتن و پوشاندن پاها میتونه به محافظت در برابر آسیب کمک کنه. بدرود.